بروز موج دوم و موج سوم کرونا در ماه‌های آینده چقدر است؟ آیا ممکنه کرونا مثل ویروس آنفولانزا برای همیشه تو جامعه انسان‌ها باقی بمونه؟ به این سوالا امروز جواب میدیم. شما هم پرسش‌های خودتون رو به تلگرام BBC @BBC شما بفرستید با هشتگ از ما بپرس تا مهمون برنامه مستقیم جواب سوالای شما رو بده. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و از قرنطینه امروز سوالهای شما رو از دکتر محمود رضا پورکریم، محقق ارشد بخش ویروس شناسی مؤسسه رگای بلژیک و عضو کمیته آمادگی همه‌گیری جهانی کرونا میپرسم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. مریم پرسیده چرا کشورها کم کم مقررات قرنطینه رو برمی‌دارن مگر تغییری در رفتار و شیوع ویروس کووید 19 ایجاد شده؟ برای پاسخ دادن به این سوال اجازه بدید که ما برگردیم به عقب، اصلا بگیم که چرا اصلا ما قرنطینه رو انتخاب کردیم. وقتی یک بیماری در یک جامعه شیوع پیدا می‌کنه و رفته رفته ابتلاء افراد زیاد میشه و ما مرگ و میرمون هم زیاد میشه، تخت‌های بیمارستانی اشغال خواهد شد و این میره به سمت اینکه ما این تخت‌ها رو اشغال داشته باشیم، خدمات و سرویس مناسبی نتونیم ارائه بدیم به افراد. لذا برای اینکه حلقه انتقال از فرد مبتلا رو به جامعه سالم بشکنیم، بهترین کار این هستش که ما قرنطینه رو پیشه کنیم. ابتداءً قرنطینه رو پیشه می‌کنیم یا محدودیت‌های رفت و آمدی رو، و ذره ذره با اینکه ابتلاع ما کم میشه و نهایتاً مرگ و میر ما کم میشه، ما شروع میکنیم به اینکه محدودیت ها رو ذره ذره برداشتن و آزاد کردن. این تنها به این معنی است که ما به یک جایی رسیدیم که جا داریم برای دیگرون روی تخت های بیمارستانیمون، یا اینکه ما پذیرای شما هستیم اگر مبتلا بشیم. این نتیجهش این نیستش که ما با ویروس کرونا خداحافظی کردیم. نه، هیچ چیزی در مورد ویروس کرونا تغییر نکرده. ما نه واکسنی داریم نه دارویی داریم. یعنی محدودیت رفتاری رو آدم ها نباید عوض کنن، فقط تخت های آی سی یو جا داره الان. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. مدل های جدید اپیدمیولوژی نشون میده که ما تا حداقل تا سال 2022 بایستی این سوشیال دیستنسمون رو رعایت بکنیم و از هم فاصله بگیریم. علی سوال کرده آیا ممکنه این ویروس مثل آنفولانزا هیچ وقت ریشه‌کن نشه؟ متاسفانه بایستی بگم که بله، این سوال خوبیست. ببینید، برای ریشه‌کن کردن یک ویروس ما بایستی دوتا ابزار داشته باشیم. یکی این که واکسن خوبی رو داشته باشیم براش، و دوم این که داروی خوبی داشته باشیم. مثلا در مورد ویروس فلج اطفال که ما تونستیم ریشه‌کنش کنیم، واکسن بسیار موثری داشتیم. در مورد کرونا ما تا الان هیچ واکسنی نداریم. در مورد کرونا ما تا الان هیچ دارویی نداریم. لحاظا اون چیزی رو که ما میتونیم انجام بدیم این استش که ما اون سوشیال دیستنسمون و فاصله های فیزیکیمون رو به شدت رعایت کنیم. از تجمعات که دنس هستن و توی همدیگه هستن به شدت جلوگیری کنیم. از ماسک استفاده کنیم. به شدت اون قضیه موج دوم و سوم مطرح هستش و همه جا، نه تنها در اروپا، امریکا و آسیا، همه جایی که شما بگیرید همه دارن هشدار میدن. ببینید، ما در مورد آنفولانزای اسپانیایی متاسفانه موج دوم و سومش بودش که خیلی تلفات برای دنیا ایجاد کرد. آنفولانزای اسپانیایی یا همون آنفولانزای 1918 تقریبا همین فصلها ایجاد مزاحمت برای جامعه انسانی کرد و بعد از قرنطینه مردم راحت بیرون آمدن و احساس کردن که همه چیز تموم شده و اینفلوئنزا رفته و تابستان و اینها اصلا آنفولانزایی وجود نخواهد داشت. متاسفانه با جا به جاییشون حتی این ویروس رو به مناطقی که سفید بودن و آلودگی کمتری داشتن کشوندن. این شد که در سپتامبر و در اکتبر و در نوامبر موج بسیار بسیار سنگینی از ابتلاء به آنفولانزا ایجاد شد که کشته ها و تلفاتش بسیار به مراتب از موج اول آنفولانزا بیشتر شد. جوری شد که دنیا با 50 میلیون تلفات در اون موقع مواجه شد. این چیزیست که بایستی ازش بیم داشت و همه کارشناسان بهداشتی در این مورد دارن هشدار میدن.
اینطور که شما میفرمایید، یعنی اگر کل افراد یک جامعه با هم فاصله را رعایت کند و از انتقال ویروس جلوگیری کنند، هرگز موج دوم و سومی اتفاق نمیافته، درسته؟ بله قطعا همینطور هستش. تا زمانی که ما برای این ویروس واکسن خوبی نداشته باشیم، کار دست خودمون رعایت میشه. بهترین کار این هستش که ما حلقه انتقال ویروس رو از افراد مبتلا به افراد سالم جامعه بشکنیم. بهترین کار این هستش که این فاصله فیزیکی رو رعایت بکنیم. 1.5 متر تا 2 متر بهترین فاصله هست. یعنی قطرات تنفسی فرد آلوده رو امکان رسیدنش به فرد سالم کم بکنیم و به قولی از انتقال جلوگیری کنیم. آرش سوال کرده آیا این ویروس قابلیت جهش ژنتیکی داره؟ یعنی ویروسی که فردی رو در ووهان چین مبتلا کرده، آیا امکان داره ساختار ژنتیکیش با اونی که الان یک نفر رو در ایران مبتلا میکنه متفاوت باشه و آیا این جهش ممکنه باعث شه که درمان داروها بعد از مدتی بی اثر بشه؟ ببینید، جهش و یا موتاسیون جزء لاینفک تکامل ویروس هاست. ویروس ها یا دی ان آ جینومشون هست و یا آر ان ای. این ویروس هایی که جینوم آر ان ای دارن، تعداد جهش هاشون بیشتر هستش. ببینید، جهش ویروس ها رو در سال حساب میکنن، میگن تعداد فلان تعداد در سال ریت جهش ویروس آنفولانزا یا ریت و میزان جهش ویروس HIV هستش. ما در مورد کرونا هم اینجوری حساب میکنیم. این که ویروس کرونا جهش پیدا کنه، بله جهش پیدا میکنه این ویروس، اما خوشبختانه تعداد جهش هایی که محاسبه شده برای این ویروس 1/4 ویروس آنفولانزاست تا الان. نشون میده که اگر ما واکسنی بخوایم برای این بسازیم و میسازیم، این واکسن پایدارتر از واکسنیست که برای اینفلوئنزا ساخته میشه. مهم این استش که ما برسیم به کل اون استرین هایی که دارن در دنیا میچرخن و بعد این واکسن ساخته بشه. این چیزی که در مورد دارو دوست عزیزمون پرسیدن، باید خدمتشون عرض بکنیم که ببینید، ویروس جهش هاش رو معمولا در اثر فشارهای بیرونی ایجاد میکنه. ما سیستم ایمنیمون فشار میاره به ویروس، ویروس میخواد از دست سیستم ایمنی ما فرار بکنه، جهش پیدا میکنه تا بتونه فرار کنه. به محض اینکه دارو بهش به قول معروف اینترودیوس شد، در برابر این هم سعی میکنه که فرار کنه. منتهای مراتب این زمان خواهد برد، شاید سال یا سالها طول بکشه تا یک ویروس بخواد در مقابل یک دارو مقاومت ایجاد کنه، مثل باکتری نیستش. خیلی از مخاطبامون از جمله مونا و مریم پرسیدن کتابی که از بیرون میخریم رو چطور ضد عفونی کنیم که مطمئن شیم روی سطحش ویروسی نیست. ببینید، خب قطعا اکثر مواد ضد عفونی کننده که مایع هستن، اینها روی کتاب تاثیر میذارن و خرابش میکنن. بهترین کار اینه که ما کتابمون رو هم برای چند روز قرنطینه کنیم، بین 24 ساعت تا 72 ساعت کتابمون رو یه جایی بذاریم که اگر هم ویروسی روی اون نشسته باشه، با قطرات تنفسی افرادی که باهاش در ارتباط بودن، این ویروس قابلیت اکتیو شدن مجددش از بین بره و دیگرون هم بهش دست نزنن تا اون زمانی که ما این رو کنار گذاشتیم. بهترین کار اینه که کتابمون رو بگذاریم توی یه دونه پلاستیک و جداش بگذاریم که حتی دیگرون هم از این استفاده نکنن. بعد اون پلاستیک رو هم امهاش کنیم به طریقی که باز باش برخوردی نداشته باشه کسی. خیلی ممنون دکتر پورکریم. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید.